سرخط خبرها. نگرانی شدید واشنگتن از حضور کشتی‌های جنگی چین و روسیه در نزدیکی سواحل آمریکا. اظهارات جدید وزارت خارجه کشور در مورد اقدامات آمریکا. و اسرائیل در آتش، هشدار جدی شباک در مورد انفجاری مهیب. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. نگرانی شدید واشنگتن از حضور کشتی‌های جنگی چین و روسیه در نزدیکی سواحل آمریکا. چین و روسیه به تازگی عملیات دریایی مشترکی را در نزدیکی آلاسکا انجام دادند که با واکنش نیروی دریایی آمریکا و نگرانی سناتور جمهوری خواه این کشور مواجه شد. دن سالیوان سناتور جمهوری خواه از ایالت آلاسکا که به تازگی از سوی مقام‌های دفاعی ایالات متحده در جریان این موضوع قرار گرفته یه مصاحبه تلفنی با این شبکه خبری دیجیتال گفت در این عملیات مشترک که توسط دو دشمن مهم آمریکا انجام شد 11 کشتی به سواحل جنوب غربی آلاسکا نزدیک شدند. وی اضافه کرد سرانجام نیروی دریایی ایالات متحده 4 ناوشکن را برای هدایت کشتی‌های چینی و روسی از آب‌های این کشور اعزام کرد. سالیوان افزود این عملیات مشترک نیروی دریایی روسیه و چین که بسیار نزدیک با هم کار می‌کنند از لحاظ بزرگی و وسعت بی‌سابقه است. وی ادامه داد چه مثل من در آلاسکا زندگی کنید چه در سواحل شرقی ایالات متحده یک اقدام عملیاتی بسیار بزرگ از سوی دو دشمن اصلی ما در نزدیکی سواحل آمریکا نگران کننده است. سالیوان ادامه داد این مانور چین و روسیه تنها این ایده را تقویت می‌کند که ما وارد دوره جدیدی از تجاوز سلطه‌جویانه به رهبری دیکتاتورهای پکن و مسکو شده ایم که به طور فزاینده‌ای متجاوز می‌شوند. طبق گزارش این روزنامه ایالات متحده علاوه بر 4 ناوشکن، هواپیماهای پوسایدن را نیز برای خارج کردن کشتی‌های جنگی و روسیه از سواحل آلاسکا اعزام کرد. اظهارات جدید وزارت خارجه کشور در مورد اقدامات آمریکا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سالگرد بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا در توییتی به زبان انگلیسی نوشت ایالات متحده آمریکا تنها دولت با سابقه تاریخ استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان سلاح کشتار جمعی و کمک به یک رژیم نامشروع با بزرگترین زرادخانه هسته‌ای است. وی همچنین نوشت آیا شایسته است آمریکا پرچم‌دار ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای باشد؟ کنعانی تصریح کرد ادعاهای این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران تکرار عمدی یک دروغ بزرگ است. و اسرائیل در آتش، هشدار جدی شباک در مورد انفجاری مهیب. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه یدیوت آهارونوت روز یک شنبه در گزارشی نوشت، رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته به شدت در خصوص بحرانی تر شدن شرایط کرانه باختری به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است. به نوشته وبگاه خبری صفا، رونین بار به نخست وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داده است که به زودی شرایط کرانه باختری برای تل آویو بحرانی تر می شود و افزایش موارد حملات شهرک نشینان موجب گسترش عملیات های نیروهای مقاومت خواهد شد. رئیس شباک همچنین به نتانیاهو گفته است که احتمال روبوده شدن شهرک نشینان صهیونیست به هنگام ورودشان به روستاهای فلسطینی نشین وجود دارد. و سوی دیگر استفاده گسترده از ارتش در کرانه باختری برای مقابله با عملیات فلسطینی ها به شدت بر روی آموزش ها و آمادگی های نظامی در نیروی زمینی تأثیر منفی می گذارد. رونین بار در این دیدار با نتانیاهو به ترسیم یک نمای کلی از کرانه باختری پرداخته و گفته است که احتمال دارد اوضاع این منطقه به سرعت به نقطه انفجار برسد. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.